بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: روز امام حسین برای اولین بار در پارلمان ویکتوریای استرالیا برگزار شد. دیدار مشاور نخست وزیر عراق با مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلا. پایان فعالیت‌های مؤسسه مصباح الحسین به مناسبت ایام اربعین. و تلاش طالبان برای وارون جلوه دادن عملکرد خود در قبال شیعیان افغانستان. وقت شما بخیر. به همت حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم رضوی، روز امام حسین برای اولین بار در پارلمان ویکتوریای استرالیا برگزار شد. این تلاش حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم رضوی، رئیس شورای علمای شیعیان استرالیا و امام جمعه ملبورن استرالیا، که منجر به برگزاری روز امام حسین علیه السلام برای اولین بار در پارلمان ویکتوریای استرالیا شده، یک دستاورد بزرگ تاریخی محسوب می شود. گفتنی است که نمایندگان مجلس و نمایندگان ادیان مختلف، اهم از شیعه، سنی، آقاخانی، هندو، سیک، مسیحی و مقام‌های دولتی و اساتید در این مراسم شرکت کردند. حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم رضوی در این مجلس به شرح وقایع عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام در برابر یزید پرداخت و تاکید کرد که همچنان راه امام حسین می‌تواند الگوی انسان‌ها در طول تاریخ باشد. وی در ادامه گفت: امام حسین علیه السلام چراغ هدایت و کشتی نجات است و امروز که تروریسم و نفرت در سراسر جهان گسترش یافته، تبدیل این نفرت به صلح و آشتی و زندگی مسالمت آمیز فقط از طریق تعالیم امام حسین علیه السلام امکان پذیر است. رئیس شورای علمای شیعیان استرالیا گفت: در اینجا مردمی از ادیان و مذاهب مختلف حضور دارند و می توانید مشاهده کنید که امام حسین علیه السلام چگونه همه این ادیان و مذاهب را به نام انسانیت متحد کرده است. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مدیریت فرودگاه بین المللی نجف اشرف روز گذشته تعداد پروازها و مسافران ورودی و خروجی در بازه زمانی 1 تا 22 سفر سال جاری را اعلام کرد. گفتنی است تعداد پروازهای وارد شده به فرودگاه به 1781 پرواز رسید که بیش از 226,300 زائر از کشورهای مختلف جهان را به این شهر وارد کردند. شایان ذکر است پروازهای خروجی از فرودگاه این شهر نیز بیش از 186,017 زائر را به مقصدهای مختلف در سراسر جهان جابجا کردند. در پایان شایان ذکر است افزایش چشمگیر ترافیک هوایی در عراق از ماه صفر به مناسبت زیارت اربعین حسینی قابل ملاحظه بود. هشتمین همایش علمی و بین المللی زیارت اربعین با عنوان زیارت اربعین به سوی رویکردهای جهانی به انسان و تمدن اربعین در کربلا آغاز شد. در این همایش که به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهر مقدس کربلا آغاز شده، شخصیت‌های مذهبی و رسمی، تعدادی از رجال حوزوی، شخصیت‌های علمی، جمعی از اقشار مختلف مردم و محققان و متخصصان از نقاط مختلف جهان حضور داشتند. گفتنی است موضوع هشتمین دوره این همایش علمی و بین المللی زیارت اربعین به سوی رویکردهای جهانی به انسان و تمدن است. تعداد زیادی از شیعیان اهل بیت علیهم السلام در سوریه مراسم اربعین حسینی را برپا داشتند.
شهر مسیاف سوریه شاهد حضور چشمگیر دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مراسم اربعین حسینی که در مسجد رسول اکرم و در مسجد رسول اکرم برگزار شد. گفتنی است در این مراسم سخنرانان به ایراد سخنرانی و سپس مدیح سرایی پرداختند و همچنین نمایشی از حوادث کربلا به تصویر کشیده شد. شایان ذکر است که شیعیان در کشورهای مختلف جهان از اول ماه محرم الحرام تا روز 20 ماه صفر شهادت امام حسین علیه السلام را گرامی داشته و به تعظیم شعائر حسینی اهتمام می‌ورزند. کوپنهاگ پایتخت دانمارک شاهد مشایع اربعین امام حسین علیه السلام بود که به آرامی و در میان تأمین امنیت و با حضور جمع زیادی از شیعیان برگزار شد. گفتنی است این مشایع توسط انجمن اسلامی در کوپنهاگ هر ساله برگزار می شود. در این مشایع دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در میان مردم علاوه بر آن آب و غذا توزیع کردند و همچنین اعلامیه‌هایی به زبان دانمارکی و سایر زبان‌ها با هدف معرفی امام حسین علیه السلام و رساندن پیام ایشان به مردم سراسر جهان منتشر نموده و توزیع کردند. وقوع سیل در ایالت گجرات هند دست کم جان 26 نفر را گرفت و هزاران نفر را آواره کرد. به گزارش رسانه‌های محلی تمامی خدمات تلفن همراه قطع شده و به خطوط ریلی و جاده‌ها آسیب جدی رسیده و کمک رسانی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ورود و خروج به مناطق سیل زده تنها با قایق و هلیکوپتر امکان پذیر است. شایان ذکر است نیروی دریایی ارتش هند با استفاده از هلیکوپتر و شناورها به صورت هوایی و دریایی مشغول امداد رسانی به سیل زدگان هستند. مشاور نخست وزیر عراق در شهر مقدس کربلا با عارف نصرالله مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در کربلا دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار عارف نصرالله ضمن گلایه از کاستی‌هایی که در جریان زیارت اربعین سال جاری در شهر مقدس کربلا رخ داد گفت حرم امام حسین علیه السلام قوت نمای عاشقان از این سر دنیاست. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. رالله مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در کربلا در دفتر خود در شهر مقدس کربلا با شیخ عامر الجبوری مشاور نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو نمود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه در این دیدار عارف نصرالله در رابطه با عدم ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین در سال جاری و قطع مداوم برق علی‌رغم قول مساعد دولت مبنی بر قطع نشدن برق شهر مقدس کربلا در ایام اربعین که شاهد ورود بیش از 20 میلیون زائر از داخل و خارج عراق بود مطالبی بیان شد. نصرالله در ادامه گفت عمده مسائل و مشکلات فراروی زیارت اربعین با توجه به وسعت و گستردگی و نوع آن مستلزم به کارگیری حداکثری تلاش دولت در کنار مردم است. اما متاسفانه در ایام زیارت اربعین کاستی‌های زیادی نسبت به زائران در زمینه برق، آب و نظافت مشاهده شد. مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظما شیرازی در کربلا در ادامه افزود از نظر ما مسئولیت عمده در این کاستی ها بر عهده دولت می باشد و امیدواریم که در آینده دولت عراق بتواند بر کمبودها و اشتباهاتی که در ایام زیارت اربعین رخ داد فائق آید و توجه داشته باشد که شهر مقدس کربلا یک شهر در مقیاس جهانی است و نباید همانند یک شهر عادی محسوب شود، چرا که حرم‌های مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیهما قطب نمای دل‌های عاشقان در این سوی جهان است. شیخ عامر الجبوری مشاور نخست وزیر عراق نیز به نوبه خود از برخی کاستی هایی که بعضاً به دلایلی ناخواسته در جریان زیارت اربعین رخ داده
عذرخواهی نمود و در ادامه تاکید کرد که شهر مقدس کربلا در آستانه رشد و پیشرفت جامعه شهری و خدماتی است و نخست وزیر عراق هم قول داده که پروژه‌های خدماتی بسیار بزرگی را برای شهر امام حسین علیه السلام به اجرا درآورد و بدون شک تمامی این خدمات سزاوار این شهر می باشد، بلکه این شهر شایسته خدماتی بیش از این است. الجبوری همچنین با اشاره به نقش اجتماعی و انسان دوستانه مرجعیت شیعه، آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی که علاوه بر نقش دینی و فکری اهتمام ویژه‌ای نسبت به شعائر دینی دارند، از معظم الله قدردانی و تشکر کرد. مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی از اتمام کلیه پروژه های خدماتی خود به مناسبت زیارت اربعین خبر داد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام ضمن اعلام پایان فعالیت های خدماتی خود به مناسبت زیارت اربعین از تمامی همکاران خود و تمامی افراد و سازمان هایی که در برپایی این زیارت میلیونی و بزرگ نقش آفرینی نمودند تشکر و قدردانی کرد. این مؤسسه مجموعی از خدمات را با هدف حمایت از زائران امام حسین علیه السلام و تسهیل در انجام این زیارت طی این مدت ارائه نمود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام تشکر و قدردانی صمیمانه و عمیق خود را از تمامی گروه ها، شخصیت ها و افرادی که در خدمت رسانی به زائران اربعین همکاری داشتند، ابراز و از همه دستاندرکاران در این زمینه تشکر و قدردانی نمود. مؤسسه مصباح الحسین تأکید کرد که حمایت ها و پشتیبانی های لوجستیکی، مادی و فنی همه مشارکت کنندگان در این زیارت پربرکت دستیابی به اهداف این مراسم را تسهیل و به حضور میلیون ها زائر از سراسر جهان کمک کرده است. این مؤسسه همچنین از تلاش های داوطلبان، نهادهای دولتی و نهادهای محلی و بین المللی که به اجرای موفقیت آمیز پروژه های مختلف زیارت اربعین کمک کردند قدردانی نمود. مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام تأکید کرد که با برپایی شعائر حسینی و نشر اندیشه و نور سیدالشهدا علیه السلام به مأموریت اساسی خود که احیای سیره اهل بیت علیه السلام است ادامه می دهد. این مؤسسه در ادامه افزود میراث اهل بیت در تمامی فعالیت ها و پروژه های آتی مؤسسه مصباح الحسین در راستای تحکیم ارزش‌های والای اسلامی و انسانی مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام راهگشا بوده و این مجموعه مجدانه تلاش می‌کند که بر این اصول مبنایی تکیه نموده و در تمام خدمات و تلاش‌ها و یاری رسانی‌های خود آن را یادآور شود. مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح الحسین علیه السلام در ادامه با اعلام آمادگی همیشگی خود برای خدمت به جامعه و کمک به گسترش معارف اسلام اصیل محمدی تأکید کرد که تمامی پروژه های آتی این مؤسسه بر اساس ارزش های مورد عنایت اهل بیت و با تأکید بر گسترش فرهنگ فداکاری، بخشش و ایثار برای خدمت به دیگران تمرکز خواهد نمود. گروه طالبان علی‌رغم ایجاد محدودیت و فشار بر شیعیان پس از تسلط دوباره بر افغانستان تلاش دارد که عملکرد خود را وارونه و به شکل مثبت جلوه دهد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. گروه طالبان از زمان تسلط دوباره در افغانستان بیشترین فشار و محدودیت‌ها را علیه شیعیان و هزاره‌ها اعمال کردند. این گروه اما هر از گاهی با استفاده از دستگاه‌های تبلیغاتیشان دیدارهای برخی از شیعیان با مقامات این گروه را به عنوان رضایت شیعیان از عملکردهای طالبان جلوه دادند. به تازگی دفتر معاونت رئیس الوزرای طالبان در خبرنامه‌ای گفته که شماری از بزرگان شیعیان از حل بسیاری از مشکلاتشان ابراز رضایت کردند.
بر اساس بیانیه طالبان، شماری از افراد تحت عنوان بزرگان شیعیان با معاون رئیس الوزرای این گروه دیدار نموده و از همکاری طالبان ابراز رضایت کردند. این بیانیه در حالی منتشر شده که طالبان پس از به قدرت رسیدن فقه جعفری را به طور کامل حذف کرده و متون فقهی شیعیان را از دانشگاه ها و نهادهای آکادمیک جمع آوری کرده است. طی 3 سال گذشته این گروه همچنین شدیدترین محدودیت ها را نسبت به مراسم محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام وضع کردند. ماه گذشته کمیسیون آزادی های مذهبی ایالات متحده در گزارش جدید خود گفته بود که وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان رو به وخامت است. این کمیسیون طالبان را به نقض مداوم آزادی های مذهبی به ویژه علیه شیعیان متهم کرده و خواستار تحریم مقامات مسئول این گروه شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. روز امام حسین برای اولین بار در پارلمان ویکتوریای استرالیا برگزار شد. دیدار مشاور نخست وزیر عراق با مسئول روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلا. پایان فعالیت‌های مؤسسه مصباح الحسین به مناسبت ایام اربعین. و تلاش طالبان برای وارونه جلوه دادن عملکرد خود در قبال شیعیان افغانستان. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از خبرهای شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.